آقا رسول الله بر مصیبت امام حسین اشک میریخت قبل از شهادتش. از منابع اهل سنت اینو نقل میکنم برات. همسران پیامبر نقل کردن، میگفت آمدم وارد اتاق شدم، دیدم حسین رو زانوش نشسته داره اشک میریزه، موهاشو پریشون کرده، دوتا کف دستش باز، خاک تو کف دستش یک خاک سرخیه. گفت یا رسول الله چی شده، اتفاق افتاده؟ گفت اینا جبرئیل برام آورد خاک کربلا، تربت کربلا آوردن اونجا بردن. این تربت تکوینن در شفا قرار داده شده. ببین آب خیس میکنه یا نمیکنه؟ ایرادی خیس میکنه بر آب؟ نه. تشنه میشه مگه آب نمیخوری؟ خدا تکوینن اینو در آب قرار داده، ذات آبه، درست شد؟ ذات تربت ابا عبدالله شفاست و تربت نزدیک، تربت اصل یقیناً صبح عاشورا خون میشه. یقین این که دارم میگم به چشم دیدم، من خودم دیدم، با هیچ کسی دیگه کار ندارم و به شدت آدم سخت باوری هم هستم. یه چیزی باید برم 100 بار آزمایش کنم، هر چیزی رو قبول نمی کنم. تربت ابا عبدالله من خودم دیدم صبح عاشورا از ساعت 9:30 صبح شروع کرد خون شده. رفتید کربلا، اگر عاشورا اونجا بودید یه مقدار از تربت رو توی موزه امام حسین نگه میدارن، 9:30 صبح شروع میکنه به خون شدن تا ظهر خون برمیگره جلو چش آدم. السلام المعروضة في متحف العتبة الحسينية المقدسة إلى اللون الأحمر في يوم العاشر من شهر محرم الحرام لتضيف كرامة أخرى لكرامات الإمام الحسين عليه السلام لا سيما في يوم عاشوراء الخالد. حازم فاضل تابع حدوث هذه الكرامة في سياق تقريره التالي. في يوم عاشوراء هذه السنة وأثناء قراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، بدأ يتغير لون تربة القبر الطاهر في المتحف الحسيني شيئا فشيئا حتى أصبحت حمراء واضحة للعيان عند رواية قصة استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام، ليجهش الحاضرون بالبكاء لهذه الكرامة الحسينية. حقيقة فاجأنا اليوم بين الساعة 9 والعاشرة بدأ لون هذه التربة يتغير من الأحمر، بداية لون الأحمر الفاتح وثم تحول هذا اللون. یکی از این دوستان ما حرم امام حسین داشتن تعمیر میکردن، کاشی های حرم رو میفروختن، کاشی های قدیمی رو میرفتی اونجا توی این بخش هدایا و نذورات میرفتی کاشی میخریدی. من خودم چند تا کاشی از حرم حضرت عباس خریدم مثلا. بعد حالا من اینو میدم به کانال مؤسسمون هم بذارم. ایشون کاشی ها رو آورده بود امسال، نه پارسال متوجه شده بود که پشت این کاشی ها صبح عاشورا 4-5 تا لکه قرمز میشه، بعد تا ظهر عاشورا اونجوریه، بعد این لکه ها چی میشه؟ میره آروم آروم. امسال هم دوباره عکسش رو فرستاده، همون لکه ها. و عجیبتر اینجا این لکه نه که رنگش عوض بشه، خیس میشه، یعنی دستمال میزنی دستمال قرمز میشه. اون تربتی هم که عبدالله تو اون شیشه قشنگ گذاشتن جلو چش مردم، از نمای نزدیک ببینید عکساش هست، اصلا خون توشه، نه که خاک قرمز بشه، خاک قهوه قرمز بشه، خیس میشه. و متاسفانه مردم هم نمیدونن، بعضی حال از هر جای تربت گیرشون آورده میان تو خونه نگه میدارن، بعد 4-5 سال اثرش میره. اینو باید براش دعا بخونی، شرایط داره نگه داشته. این جنیان میان به طواف اون اثراتشو میبرن، این دعا داره بعد براش خونده بشه. متاسفانه خیلی از تربت ابا عبدالله رو همین آقایون مسئولین این ور اون ور بردن تو خونه هاشون به واسطه پارتی بازی و آشنایی و این چیزا خراب کردن کار. ما شیعه ها بی ارزه. من چند وقت پیش بود با سید احمد صافی تولیت حرم حضرت عباس جلسه داشتم در تهران، اومده بود ایران زیارت، گفتم آقا دوربین بذارید جلو دوربین این کار اتفاق بیفته، برای یه رکورد گینس میرن نمیدونم کارشناسای بین المللی میارن، وردارید بیارید جلو چششون میگن بیا نگاه کنید ببین هیچی به این وصل نیست، خاکه، آزمایش کنید، ها دیدی خاکه، حالا نگاه کن جلو چشت، از ساعت 7 صبح بشین اینجا جلو چشت، 10 تا ناظر بیان بشینن ببینین رنگش برمیگرده یا نه. به خدا قسم مسیحی های همچین چیزی میداشتن کل دنیا رو مسیحی کرده بودن. این که میفرماد در تربت او شفا قرار داده، اینه اینا اثرات داره، بچه که کامش با تربت باز بشه اثر داره در هدایت اون آدم، در تربیت اون آدم، در تربیت اون آدم.